وقتی بحث سفرهای فضایی پیش میاد، بزرگترین مشکلی که سر راه ماست مسافتهای فوق‌العاده طولانیه. بنابراین تو خیلی از فیلم‌ها و داستان‌های علمی تخیلی از چیزی صحبت میشه به نام کرمچاله، مسیرهای میانبری که دو تا نقطه از فضا زمان رو به هم وصل میکنن و اجازه میدن هزاران سال نوری رو توی زمان خیلی کوتاه‌تر طی کنیم. از ارتباط جالب کرمچاله با فیزیک کوانتوم شروع میکنم و میرم سراغ اینکه چجوری ایجاد میشه، چطور کار میکنه، برای سفر در زمان گزینه مناسبی هست یا نه، به اضافه اینکه چه مشکلات و چالش‌هایی سر راهشه. بعدش هم خیلی کوتاه رابطه بین سرعت چرخش ماه با فاصله‌اش از زمین رو توضیح میدم که بعد از ویدیوی ماه در موردش سوال داشتید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. قبل از صحبت درباره کرمچاله باید سیاه‌چاله ها رو یه مقدار کامل تر بشناسیم. سال 1915 اینشتین با نظریه نسبیت عام یکی از بزرگترین انقلاب های علمی رو ایجاد کرد که قبلا زیاد در موردش توضیح دادم. طبق این نظریه هر جسمی فضای اطراف خودش رو خمیده میکنه. هر چقدر جرم بیشتری داشته باشه این خمیدگی هم بیشتره. گرانش هم در واقع نتیجه همین خمیدگی بافت فضا زمانه. برای اثبات این ایده چند تا معادله پیچیده ریاضی نوشت که معروفن به معادلات میدان اینشتین. اینا در واقع رابطه بین جرم ماده و خمیدگی فضا زمان رو تو حالتهای مختلف توضیح دادن. بلافاصله دانشمندای زیادی شروع کردن به زیر و رو کردن این معادلات و راه حل‌های مختلفی براش به دست آوردن. یکی از اولین راه حل‌ها مربوط به کارل شوارتزشیلد، فیزیکدان آلمانی بود که معروف به راه حل یا متریک شوارتزشیلد. این راه حل تونست اولین توصیف دقیق از سیاه‌چاله رو ارائه کنه. به این صورت که اگه هر جرمی رو اونقدر فشرده کنیم که به یه شعاع مشخصی برسه به نام شعاع شوارتزشیلد، مقدار گرانشش به حدی قوی میشه که نور هم نمیتونه از چنگش فرار کنه. مثلا اگه بخوایم زمین به این بزرگی رو تبدیل به سیاه‌چاله کنیم، باید اونقدر فشردهش کنیم که بشه اندازه یه فندق. یعنی این همه اتم که کوه و دریا و موجودات زنده و گوشته و هسته زمین رو ساختن، باید همشون با هم جمع بشن توی فندق. دیگه خودتون ببینید چه چیز عجیبیه این سیاه‌چاله. اما قضیه از اینم عجیب‌تر میشه، چون اینجا یه بحثی پیش میاد به نام تکینگی. همطور که قبلا گفتم، گرما و انرژی که از واکنش همجوشی هسته‌ای تولید میشه میخواد ستاره ها رو منفجر کنه، ولی گرانش جلوش رو میگیره و مهارش میکنه. در مورد کوتوله های سفید همجوشی تقریبا از بین میره، بنابراین زور گرانش بیشتر میشه و اتم های ستاره رو تا جایی که میتونه به هم نزدیک میکنه، ولی از یه حدی نمیتونه جلوتر بره، چون وقتی الکترون‌ها خیلی به هم نزدیک میشن همدیگر رو دفع میکنن که به این اتفاق میگن فشار تباهیدگی الکترون. اگه ستاره سنگین‌تر باشه نیروی گرانشش میتونه به این دافعه غلبه بکنه. الکترون‌ها و پروتون‌ها رو با هم ترکیب میکنه تا تبدیل بشن به نوترون و یه ستاره نوترونی به وجود میاد. اینجا هم یه چیزی داریم به نام فشار تباهیدگی نوترون که اجازه نمیده از یه حدی به هم نزدیکتر بشن. بازم اگه ستاره خیلی سنگین‌تر باشه، گرانشش اونقدر قویه که به دافعه بین نوترون‌ها هم غلبه می‌کنه. بعد از این دیگه گرانش هیچ دشمنی نداره. دیگه خبری از دافعه بین اتم‌ها یا الکترون‌ها یا نوترون‌ها نیست که بخواد در برابرش مقاومت کنه. یه سیاه‌چاله متولد میشه. هنوز نمیدونیم داخل سیاه‌چاله‌ها دقیقاً چه اتفاقی میفته، اما دانش فعلی ما میگه که گرانش شدید و بدون رقیب اونقدر به فشرده کردن مواد سازنده ستاره ادامه میده که همشون جمع میشن توی نقطه فوق‌العاده کوچیک تو مرکز سیاه‌چاله. به این نقطه میگن تکینگی، یعنی یه جای عجیب و غریب، یه جای منحصر به فرد. تکینگی به معنای واقعی کلمه آخر دنیاست. نه خبری از فضا هست نه زمان. تمام قوانین فیزیکی اینجا از هم میپاشن. تو ریاضیات میدونیم که هر عددی رو به صفر تقسیم کنیم جوابی نداره. تعریف نشده است. در مورد تکینگی هم بعضیا به شوخی میگن این نقطه محلیه که خدا عمل تقسیم بر صفر انجام داده، چون همه چیز اینجا بی‌معنی میشه.
تکینگی در واقع یه نقطه صفر بعدیه که هیچ اندازه‌ای نداره، برای همین مقدار چگالیش بی نهایته. اصل سیاه‌چاله همین نقطه تکینگیه، ولی مواد مختلف و پرتوهای نور وقتی از یه حد مشخصی به این نقطه نزدیکتر میشن دیگه گرانش اجازه نمیده فرار کنن. برای همین یه مرز کروی تاریک اطراف تکینگی ایجاد میشه که بهش میگن افق رویداد. شعاع این کره همون شعاع شوارتشیلده. اینشتین تا آخر عمرش با تکینگی درگیر بود. معادلاتش نشون میداد همچین نقطه‌ای باید وجود داشته باشه، اما هیچ وقت نتونست این موضوع رو بپذیره، چون تو این نقطه مقدار متغیرهایی مثل چگالی یا انحنای فضا زمان بی نهایت میشد و معادلات اینشتین جواب نمیداد. پس نظریه خودش رو هنوز ناقص میدونست. این شد که با دوست و همکار قدیمیش نیتن روزن تصمیم گرفتن یه راهی پیدا کنن برای حذف تکینگی از معادلات میدان. سال 1935 مقاله‌ای منتشر کردند به نام مشکل ذره در نظریه نسبیت عام. تو این مقاله ذرات مختلف ماده رو به عنوان تکینگی‌های داخل میدان در نظر گرفتن، بعدش سعی کردن این تکینگی‌ها رو حذف کنن و به جاش از ساختارهایی به نام پل استفاده بکنن. مثلا الکترون و پروتون و نوترون در واقع پل‌هایی بین دو نقطه از فضا زمان بودن با اندازه‌های خیلی کوچیک. بعدش به این نتیجه رسیدن که جرم الکترون رو با یه پل نشون بدن، بار الکتریکیش هم با یه پل دیگه. اینا معروف شدن به پل‌های اینشتین-روزن یا ER. اینکه چطور به یه همچین ساختارهای عجیبی رسیدن دلایل ریاضیاتی طولانی داره که دیگه اینجا واردش نمیشیم. اینشتین و روزن با این ترفند تونستن تکینگی رو تا حدودی حذف کنن، اما هرچی جلوتر رفتن مشکلات بزرگتری ظاهر شد. مثلا یکیش این بود که هر کدوم از تعاملاتی که بین ذره ها انجام میشه هم نیاز به یه پل جداگانه داشت. بنابراین با یه تراکم شدیدی از پل ها روبرو شدن که ادامه کار رو خیلی پیچیده میکرد. اینشتین تلاش خیلی زیادی کرد تا مشکلات این نظریه جدید رو حل بکنه، ولی خب آخرش موفق نشد. در واقع چیزی که دنبالش بودن پیدا کردن ارتباطی بین فیزیک کوانتوم و نظریه نسبیت بود. می‌خواستن با استفاده از پل‌های اینشتین-روزن ذرات بنیادی و نیروهای بنیادی بینشون مثل الکترومغناطیس رو با معادلات نظریه نسبیت توضیح بدن. این همون جام مقدس فیزیکه که هنوزم کسی نتونسته پیداش کنه. پل اینشتین-روزن تو هدف اصلیش به جایی نرسید، اما ایده وصل شدن دو نقطه از فضا زمان توسط یه تونل ذهن بقیه دانشمندا رو حسابی مشغول کرد. سال 1957، دو سال بعد از مرگ اینشتین، جان ویلر، فیزیکدان آمریکایی، برای اولین بار اسم این ساختار رو گذاشت کرمچاله، شبیه سوراخ‌هایی که کرم‌ها داخل خاک ایجاد می‌کنن. برای درک راحت‌تر سه تا بعد فضا رو تبدیل می‌کنیم به دو بعد. این صفحه تخت فضای دو بعدی ماست که اجرام مختلفی مثل ستاره‌ها و سیاره‌ها و کهکشان‌ها حسابی پیچ و تابش میدن. پس ممکنه بعضی جاها خمیدگی که یه جرم خیلی سنگین ایجاد کرده برسه به خمیدگی یه جرم دیگه که هزاران سال نوری اون طرف‌تره. این میشه یه کرمچاله. هر چیزی که بخواد بین این دوتا نقطه جابجا بشه، حتی با سرعت نور هم مجبور هزاران سال زمان بذاره. در حالی که با استفاده از این کرمچاله میتونه تو چند ساعت یا حتی چند دقیقه به مقصد برسه. یعنی با سرعتی بالاتر از نور بین این دوتا نقطه جابجا میشه بدون اینکه قوانین فیزیکو نقض کنه. حالا اگه همین سیستم رو ببرید به فضای واقعی سه‌بعدی، دایره‌های ورودی و خروجی تبدیل میشن به کره، اون تونل بینشون هم همچنان هست، ولی خب درکش یه مقدار سخت‌تر میشه نسبت به حالت دوبعدی. همطور که میدونید کرمچاله از هیچ چیزی ساخته نشده جز خود بافت فضا زمان. مثل یه گرداب که چیزی نیست جز شکل خاصی که آب به خودش گرفته. اما برای اینکه همچین ساختاری تو دنیای واقعی وجود داشته باشه، مشکلات خیلی زیادی سر راهش هست. مهمترین چیزی که کرمچاله لازم داره اینه که قابل عبور باشه، وگرنه هیچ کاربردی نداره. فرض کنید کرمچاله ما توسط دو تا سیاه‌چاله ساخته شده.
یعنی مثلا خمیدگی یه سیاه‌چاله از کهکشان خودمون وصل شده به خمیدگی یه سیاه‌چاله از کهکشان آندرومدا و یه کرم‌چاله به وجود اومده. مشکلش اینه که شما ممکنه بتونی واردش بشی اما راه خروجی نداری، چون اون سیاه‌چاله خروجی حتی به نور هم اجازه فرار نمیده. اگه جاشو با یه سفیدچاله عوض کنیم چطور؟ سفیدچاله دقیقاً برعکس سیاهچاله است. یعنی یه نقطه تکینگی داره که ماده و انرژی به سرعت ازش بیرون میزنه با یه افق رویداد که اجازه نمیده هیچ چیزی دوباره برگرده به سمت مرکزش. این کرمچاله هم قابل عبور نیست، چون شما باید از نقاط تکینگی رد بشی. هیچ اتمی نمیتونه همچین فشاری رو تحمل کنه. ضمن اینکه وجود سفیدچاله‌ها هنوز اثبات نشده. اما فرض کنیم غیر از سیاه‌چاله و سفیدچاله روش‌های دیگه‌ای هم برای ایجاد کرمچاله‌ها وجود داشته باشه. اینجوری احتمالاً بحث ورود و خروج حل میشه، ولی اصلی ترین مشکل هنوز پابرجاست. کرمچاله به شدت ناپایداره. ماده یا انرژی که واردش میشه فضا زمان سازنده تونلش رو خمیده میکنه. در نتیجه این تونل با سرعت زیادی بسته میشه و کرمچاله از بین میره. برای حل این مشکل نیاز داریم به ماده عجیب. این ماده انرژی منفی یا جرم منفی داره، یعنی گرانشش برعکسه. پس مواد دیگر رو از خودش دفع میکنه و خمیدگی که تو فضا زمان ایجاد میکنه هم وارونه است. همین خاصیت شاید بتونه جلوی بسته شدن کرمچاله رو بگیره. ماده عجیب از نظر قوانین فیزیکی امکان وجودش هست، اما تو واقعیت هنوز هیچ اثری ازش پیدا نکردیم. بنابراین دانشمندا به یه راه حل عملی تر فکر کردن. تو ویدیوی زیباترین نظریه فیزیک توضیح دادم که داخل میدانهای کوانتومی نوساناتی اتفاق میفته که ذرات و نیروهای بنیادی رو ایجاد میکنن. میدانهای کوانتومی یه ویژگی دیگه هم دارن. میتونن از خلاء انرژی قرض بگیرن و یه چگالی انرژی منفی ایجاد کنن. اگه بتونیم به یه نحوی این انرژی منفی رو کنترل کنیم، شاید برای بازنگه داشتن کرمچاله‌ها به ما کمک کنه. پس ساخت کرمچاله‌های قابل عبور فعلا از دست خودمون بر نمیاد. میمونه دو تا حالت دیگه، یا به طور طبیعی ایجاد شده باشن یا توسط یه تمدن پیشرفته‌تر از ما. بعضی از دانشمندان معتقدن بعد از بیگ بنگ کرمچاله‌های طبیعی کوچیکی داخل بافت فضا زمان ایجاد شده، خیلی کوچیک‌تر از یه دونه اتم، که توسط انرژی‌های منفی پایدار شدن. بعدش بر اثر انبساط جهان این کرمچاله‌های ریز کشیده شدن و بعضی‌هاشون الان نقاط دور جهان هستی رو به هم وصل کردن. پس شاید همین الان دنیای ما پر از کرمچاله‌هایی باشه که منتظرن پیداشون کنیم. یه عده دیگه هم متوسل شدن به نظریه ریسمان یا اصلاح نظریه نسبیت برای اینکه بتونن وجود کرمچاله‌های طبیعی قابل عبور رو اثبات کنن. افراد خیال پرداز به حالت دوم فکر می‌کنن، یعنی تمدن‌های فرازمینی پیشرفته‌ای که قبل از ما تونستن مشکلات کرمچاله‌ها رو حل کنن و یکی از این تونل‌های شگفت‌انگیز رو در اختیار ما قرار بدن. تو فیلم اینترستلار هم وقتی که زمین دیگه قابل سکونت نبود، یه کرمچاله نزدیک سیاره زحل پیدا کردن که به یه کهکشان دیگه وصل میشد. اولش فکر میکردن یه نیروی برتر یا تمدن فرازمینی اینو بهشون داده، ولی آخرش معلوم شد خود انسانهای آینده ساختنش. به هر حال اینا همش یا تخیله یا تو بهترین حالت یه سری روابط ریاضی روی کاغذ. تو واقعیت هنوز خیلی با کرمچاله ها فاصله داریم. حالا بحث جالبی که پیش میاد سفر در زمانه. اگه از طریق کرمچاله ها میتونیم به نقاط مختلف فضا بریم، آیا امکانش هست به زمانهای گذشته یا آینده هم سفر کنیم؟ از نظر تئوری این کار قابل انجامه. مثلا میتونیم یکی از دهنه های کرمچاله رو با سرعت خیلی زیادی جابجا کنیم. طبق نظریه نسبیت خاص، هر جسمی که سرعت بیشتری داشته باشه زمان براش کنتر میگذره. مثلا یه فضانورد داریم که با سرعتی نزدیک به نور حرکت میکنه، یه آدم معمولی هم داریم که رو زمینه، ما هم به عنوان یه ناظر خارجی داریم از بیرون به این سیستم نگاه میکنیم. اگه ساعت این دو نفر همیشه برای ما قابل دیدن باشه، متوجه میشیم ساعت فضانورد آهسته تر حرکت میکنه که میدونیم به این اتفاق میگن اتساع زمان. البته از دید خود فضانورد زمان داره کاملا طبیعی میگذره.
حالا فرض کنید یه کرمشاله داریم که یه دهنش رو زمینه، دهنه دیگه‌ش هم داخل یه فضاپیماست. سال 2000 این فضاپیما از زمین بلند میشه و با سرعتی نزدیک به نور حرکت میکنه. رو زمین 10 سال میگذره و میشه 2010، ولی همین موقع تقویم فضاپیما مثلا 2005 رو نشون میده، چون سرعتش بیشتر بوده و زمان براش آهسته تر شده. حالا اگه آدمی که رو زمینه وارد کرمچاله بشه و از داخل فضاپیما سر در بیاره، در واقع از 2010 رفته به 2005، یعنی به گذشته سفر کرده. اگه فضانورد وارد کرمچاله بشه و بیاد رو زمین، از 2005 رفته به 2010، به آینده سفر کرده. با اینکه خیلی جالب به نظر میاد، ولی فعلا فقط یه خیال پردازیه. وقتی وارد جزئیاتش میشیم، چالش‌های حل نشده بزرگی سر راهش هست. همش هم مشکلات فنی نیست، تناقض‌های منطقی هم وجود داره. مثلا چی میشه اگه شما از طریق کرمچاله به گذشته سفر کنید و برید به زمانی که اون کرمچاله هنوز ساخته نشده بود؟ شبیه همون پارادوکس معروف پدر بزرگ که میگه اگه شما به گذشته برید و پدر بزرگ خودتون رو از بین ببرید، نتیجهش این میشه که شما هیچ وقت متولد نمیشید. پس اونی که مرتکب قتل شده کی بوده؟ چند تا نکته تکمیلی هم میگم و بحث کرمچاله رو تموم میکنم. نکته اول اینه که طبق نسبیت عام ممکنه کرمچاله هایی وجود داشته باشن که دهنشون توسط سیاه‌چاله ها ایجاد شده، ولی اینطوری نیست که بتونیم بگیم همه سیاه‌چاله ها کرمچاله هم هستن. شاید راهی برای ایجاد کرمچاله ها بدون استفاده از سیاه‌چاله ها وجود داشته باشه که هنوز شناختی ازش نداریم. هرچی که هست باید بتونه فضا زمان رو به شدت خمیده کنه. در مورد اینکه چطور میتونیم تشخیص بدیم که یه سیاه‌چاله کرمچاله هم هست یا نه، هیچکس جواب قطعی نداره. با این حال بعضی از دانشمندان پیشنهاد میکنن که ابر سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان‌ها اونقدر خمیدگی بزرگی تو فضا زمان ایجاد میکنن که احتمالاً کاندیداهای خوبی برای وجود کرمچاله‌ها هستن. نکته بعدی کرمچاله‌های بین جهانیه. غیر از اونایی که نقاط مختلف جهان خودمون رو به هم وصل می‌کنن، از کرمچاله‌های دیگه‌ای هم صحبت میشه که پل‌های بین دو تا جهان مختلفن. البته اگه جهانهای دیگه‌ای وجود داشته باشه. میرسیم به سوالی که تو کامنت‌های ویدیوی ماه پرسیده بودید. اونجا توضیح دادم که کشش‌های جذر و مدی سرعت چرخش ماه به دور زمین رو کاهش میده، در نتیجه فاصله ماه از زمین دائما داره بیشتر میشه. اما نظر بعضی از شما برعکس این بود. خب طبق قانون جهانی گرانش نیوتن، وقتی یه جرمی دور یه جرم دیگه میچرخه، رابطه بین سرعتش و شعاع مدارش به این صورته که V سرعت چرخش، G ثابت گرانش، M جرم جسم مرکزی، R هم شعاع مداره، یا در واقع فاصله جسم چرخان از جسم مرکزی. این معادله نشون میده بین سرعت و فاصله رابطه ی عکس وجود داره. بنابراین هر چقدر سرعت ماه کمتر میشه، فاصلش تا زمین باید بیشتر بشه. این اجازه میده که ماه مدت بیشتری با زمین دوست باشه و دورش بگرده. اگه اینطور نبود، یا سقوط میکرد رو زمین، یا اینکه از گرانشش آزاد میشد و میرفت به سمت یه یار دیگه. کرمچاله تو دنیای واقعی پیدا بشه یا نشه، همین که بعضی از راه حل‌های معادلات اینشتین اجازه وجودش رو میدن ارزشمندش میکنه، چون وقتی از زاویه‌های مختلف بررسیش میکنیم شناخت ما از فضا زمان کامل‌تر میشه. به هر حال بودنش خیلی به نفع ماست. سریع‌ترین جسمی که تا حالا ساختیم کاوشگر پارکره که یه جاهایی از مسیرش سرعتش رسیده به 176 کیلومتر بر ثانیه. با همین سرعت اگه بخوایم تا نزدیکترین ستاره بریم، بیشتر از 7000 سال تو راهیم. پس بهتر امیدوار باشیم یه جوری یه راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم، وگرنه سفرهای بین ستاره‌ای و بین کهکشانی کاملا غیر ممکن میشه.